در گذشته یک نفر مرد خوشبیان خوشزبان فعال باهوش لایق بود، این از هر دری زد که زندگی خود رو اداره کند نشد. تصمیم گرفت ادعای نبوت کند، گفت من پیغمبرم. چون خیلی قوی و نیرومند و باهوش بود، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر، 20 سال گفت من پیغمبرم. در طول این مدت پیر مرد و پیر زن و میان سال و جوان ایمان آوردن، گرویدن، و در خلال این مدت هم یک ادعی به آیین او مردن. بعد دیگه پیر شد و دید دیگه اواخر عمرشه، گناه بزرگی کرده، و این مردم رو جمع کرد، گفت بابا من پیغمبر نبودم، دروغ به شما گفتم، برید دنبال کارتون. اینا شروع کردن گریه کردن که ما چه گناهی کردیم که شما دارید امتتون رو رد میکنید، هرچه میفرمایید ما عمل میکنیم. دید نه، اینا خیلی بیشعورن و سخت معتقد شدن. نصف شب فرار کرد از اینجا، از این شهر، قصبه، هرچی بود رفت، اما نه به این نزدیکی ها که بتونن پیداش کنن. مثلا رفت 300 فرسخ 400 فرسخ رفت، رفت یه جایی دور دست، و در اونجا دیگه اینقدر از این افکارش ناراحت بود که علت دوام شبها میرفت در بیابان تا صبح در پیشگاه خدا جزع میکرد. اون وقت امام فرمود خداوند به پیغمبر اون زمان خبر داد که برو به این مرد بگو اگر اینقدر جزع کنی و دست به پیشگاه خدا دراز کنی که نفست ببرد و دستت قطع شود، من توبه تو را نمی پذیرم مگر تمام اون افرادی را که گمراه کرده ای و الان زنده ان از عقیده باطلشون برگردانی، و تمام اونهایی که بر آیین باطل تو مرده اند زنده کنی و از عقیدشون برگردانی. تو که نمیتوانی زنده ها را برگردانی و نمیتوانی مرده ها را، توبه تو قبول.